Ma dov'è? Vai, dai, devi. وقتتان بخیر، امید از هر کجایی که باشین جور و صحتمند و سرحال باشین. با یکی دیگر از گزارش های شبکه پیکان خوش آمدین و چینل یوتیوب پیکان. عزیزان دل، ما امروز آمدیم شهر مزار شریف قبله روضه مبارک و پیش یکی از دوغ فروش های مشهور شهر مزار شریف که واقعا دوغ ای آدم خیلی مشهور شده و مشتری های خیلی زیاد را پیدا کرده و ما امروز میخواییم یک گزارش از این دوغ فروش تهیه بکنیم و به شما نشان بدیم که این چیزها استفاده میکنه که دوغش به این اندازه شهرت پیدا کرده در شهر مزار شریف و از تمام ولسوالی های شهر مزار شریف در اینجا مشتری دارن و میآیند به خاطر دوغ اینا. شما با ما باشین و میریم همراه نصیر احمد صحبت میکنیم و میبینیم که طرز و تهیه از این دوغ اینا چی است و چی خصوصیات داره. بیا این که همراه نه مشتریای نصیر احمد هم نام خدا بسیار زیاد است. اینجا استا چه نعمت جان درست است؟ خب مدت 7 سال میشه که در این موقعیت دو. بله در این موقعیت. خب بله بسیار خوب. و نصیر احمد جان اینا بگوین که چی باعث شد که شما دوغ فروشی رو شروع بکنین و این موقعیت را چی باعث شد که شما انتخاب بکنین؟ سال 2014 جوسی انار و زردک و سیب سودا میکردم. باز امو سال از انار و زردک سیب نقص کردم، باز دجک جوسی گیره دوغ جور کردم. خب بسیار خوبی، یکی از نوآوری های شما بود، یعنی که دجک با خدایی جور کردم. روزی ده کازم جور کنم، چشک نمیکنم، میخورین مزه سعیز. و دیگه خلاقیت های شما چی است که در شهر مزار شریف خیلی رشد زیاد کردین و واقعا در هر کجایی که موقعیت شما و نام دوغ گرفته شوه فقط میگن که روبروی مارکت تجارتی مزار یک دوغ فروشی است که خیلی دوغ عالی میته. ای چی باعث شده که دوغ شما اینقدر مزدار بشه؟ مزدار خو چکه دو قسم میندازیم، دوغ مشکی اصلی از شلگر میاره میندازیم، دیگه این ماست خانگی میندازیم، دیگه آب تصفیه میندازیم، لیموی تازه، بادرنگ، نانا، گلاس یک بار مصرف کارتنکی میگیریم، نمک هم تو بسته بست، دیگه چیزی خوبتر جور میکنیم، یک امرای مشتری رویه خوب میکنیم، یکان تو مایده ندارم، اگه باز میارم بگم برو خیر است. خب و امیر روی دکاندار هر فروشنده که باشه واقعا خیلی مهم است. و شما گفتن که از او مدنی است؟ بله او مدنی روز 4 بوتل 3 بوتل میارم، بوتلای کلان او که مصرف نداریم، دوغ مشکی را زیاد میندازیم. خب یعنی از دوغ زیادتر و او کم او کمتر او یک جکک اینا نسای کنین مجبور میکنم یعنی ترکوری ششته ماندگی است. خب یعنی شما مواد تان آماده دارین، خب جور بکنیم و ببینیم تا با او یک جکک میندازم زیاد نه یک جکک ترکوری سا. قریب خلاص شد، حال خوبتر میشه که ما از نصیر احمد جان و تمام بیننده ها ببینن. نه ماس هم دیگه بسیار ماس واقعا که زور و خیلی ماس خوشمزه معلوم میشه. گفتن که ماس از شلگر میاره؟ بله ماس خانگی از شلگر میاره، چکش هم از شلگر میاره، چیزش هم دوغش هم. روزانه هر روز برای شما ماس و دیگر چیزا موادش از شلگر آورده میشه؟ ترکاریش اینا جور شد. خب و دیگر چی چیزا دارده؟ این چی چیزا است؟ بادرنگ، نانا، شیبید، لیمو، آبی تصفیه، این نمک، این نمک هستی کنین، این پاکتش اینجا خالی کنن دستتل، این قنمک که هم داختم باز این تیک کمک شور میتم نمک آبو میشه. اینا رو سعی کنین، اینی دوغ خانگی است، بسیار ترش است. یگان تو میگه دای بشکه که از این دوغ خانگی است؟
ده بشکه بود دو تامان داخل. یعنی دوغ خانگی که از همو مشکی آماده میشه. این دیگه گند دختم جور شده اکسایی کنه. ای بسیار ترش از خود، اگر می ترش میشه در زمستان شیرین است. با وجود که شما او کم استفاده میکنه از دوغ وطنی است. یک گلاس آب انداختم، یک کیلو چکه در یک جا. بسیار خوب، بسیار خوب. بله بله، تمام موادهای شما دیگه اینجا ماندین. و از این مواد چقدر استفاده میشه روزانه؟ چقدر لیمو، چقدر بادرنگ و دوغ مشکی؟ و داشته باشیم لیمو کم مندازم، مشکی که نداشتم با کوزه نیم کیلو لیمو مندازم. دوغ مشکی حتما ترش است؟ خودش ترش است، در گرمی ترش میشه، در زمستان شیرین است. بسیار خوب، اگر دوغ مشکی کم باشه شما لیمو زیاد؟ بله، این طعمش خوبیش میکنه، خب خوش طعم میسازد. واه 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 واه، واقعا که این لیمو را شما استفاده کردن. دوستان عزیز، لیمو را و بعض دوغ مشکی وطنی را که در این دوغ انداخت و ما که سونه چهره از این دوغ میبینم واقعا بسیار زیاد خوشمزه است. امو قسم که نصیر احمد جان مشهور شده در شهر مزار شریف و حال دوغ که آماده شد، باز ما از طرف شما دوستان یک گلاس دوغ نوشو جان میکنم و مزهش برای شما میگم که واقعیت این دوغ نصیر احمد جان قدر مزدار و مشهور شده و یا مردم تبلیغات نصیر احمد جان را میکنن؟ نه شکر، مزدار جور میکنم، باز مشتری راضی نباشد دوباره دیگه چکم اندازم، لیمو اندازم. این چشک نمیکنم که جور کنم، نفر میخوره سعیز میگه. نصیر احمد جان، تا هنوز راز تا نفهمیدن که این چی راز است برای شما که دوغ فروشی های زیاد در روبروی های شما موقعیت داره، در می موقعیت شما دوغ فروشی های زیاد موقعیت داره، اما تمام مردم مشتری هایی که ما فعلا در می دور پیش میبینیم، تمام از اینا گرد هم جمع میشن و منتظر یک گلاس دوغ شما هستن، این چی دلیلش چی است؟ دلیلش همیست، یک کمی پاکتر جور میکنم، دیگه تیره جور میکنم، دیگه دوغ فروش ها چکه کمتر میندازم، مصرفیم نشه گفته، مصرف از زیادتر میکنم، باز گلاسش 15 رو پس سودا. این گلاس 15 افغانی سودا؟ بله آه. مثلا در پر مواد مندازم، چکه زیاد مندازم، دوغ مشکی دیگه باز از 15 افغانی اینی میغلطه. بله آه. باز 15 افغانی برای شما 5 افغانیش فقط میمونه؟ نه، یک 4 افغانی میمونه در گلاس. 4 افغانی در گلاس میمونه. واقعیتش که هر فروشنده که هر چی سودا بکنن، اگر موادش را زیادتر استفاده بکنن و هم فایدهش را به حد مناسب بگیرن و هم از تجارت خود هم از همو چیزی که میفروشن خیلی فایده میکنن و همین قسم مثل نصیر احمد جان و مشتری های خیلی زیاد پیدا میکنن. حالا دوغ آماده شد؟ بله، این حال شما یک مزه شو بچشم. باش که مزه شما هم میچشم. حالا نعمت جان دل شعو نکنم و کسای دیگر. خب نعمت جان باش. حالا واقعا بگوین که مزه داره نداره، من همچنان امو را از طرف بیننده ها نوش جان میکنم و ببینیم که نوشیدنی مشهور افغانستان که واقعا در بین افغان ها خیلی مشهور است، دوغ وطنی که هر کسی خصوصا در تابستان در فصل که گرمی زیاد است دوغ وطنی را خیلی مردم نوش جان میکنن و در خانه هایشان، و به امو دلیل است که نصیر احمد جان در فصل تابستان شهرتش خیلی زیاد است. و باش حال نوش جان بکنیم که دوغ نصیر احمد جان چه قسمی است. به به، واقعیتش که تمام از این تبلیغات و تمام از این گپ های مردم را که ما میشنیدیم دروغ نبوده، خیلی دوغ مزدار و دوغ خوشمزه است. نصیر احمد جان، حال باش که بگوییم که این همی گلاس را که برمه دادی نی فقط همه خصم مزدار است و یا تمام مشتری هایی کلش مزدار است، مشتری شکایت انشاءالله نمیکنه از من. بله، مشتری تو هنوز هیچ کدام شکایت و گله ندارد. گیریبار که شب یگان بادرنگش کم باشه، ترکاریش میگن که امروز بالا کمی اوگین جور کردی، باز ما میگم 5 دقیقه باز جور میکنم، دیگه دفعه بیا صحیح جور میکنم. خواه یعنی دل مشتری رو بالاخره یه جدس نمیدی؟ بله ها، نه انشاءالله مشتری ها راضی است، پرسان کدم میتونه. بله ها. و در اینجا چند نفر هستون شما؟ یادره که خوردیم از خودیم هستم، اما 3 ماه بار دو فروشی میکنم، زمستان باز خورده خواستیم دیگه. خواه یعنی در اینیم 3 ماه خرچی یک سالتون از این دوغ میکشن؟ نه او قضیات هم کنه، همین روزی 1500 1000 میمانه، روز 1500 مصرف ها زیاد است. نه اینه 2200 رو پاره گلاس خریدیم، کتی نمک و چیزا اون اونجا است سعی کنه. گلاس ها یک بار مصرف؟ بله استفاده میکنین؟ بله یک بار مصرف، گلاس شیشه ای نداره. و خوب است، اینه نصیر احمد جان از
ویروس کرونا را هم جدی میگیرن و گلاس‌هایشون یک بار مصرف است، در گلاس‌های نیستن که شیشه‌ای باشه و همینجا تمام مشتریای ما دوغ میخوره و پس گشته به مو گلاس به دیگر نفر به دیگر نفر میته. نصیر احمد جان، چی فکر باعث شد ما پیشترم پرسانتان کردم که بعضی کسا یک فکر تجاری و یا یک فکر ندارن که میگن در افغانستان کار نیست، ما میریم طرف خارج میریم و خودت ماشاءالله یک قسم یک کار را انتخاب کردی و یک قسم یک کار را ساختی و خیلی رشد هم کردی. ما 10 سالگی تقریبا کار کردیم. یک وقت 10 ساله بودم در بسته شهر مزار در چنگک او سودا میکردم. بعد از او در شاگرد شیریخانه شدم. باز خلیفه شیریخ پس پیش قالب شیریخ مرا نمیمون میگفت تو یاد نمیگیری برو میگفت همون خشرکاری هایت بگو. نیمه جان، مشتریار هم یک بار اگر تصویر بگیری که خیلی مشتری های زیاد نصیر احمد جان داره در این دوغ فروشی و همراه یکی از مشتری ها باش که صحبت بکنیم که چی باعث شد چی است این همراه ازی لالا. سلام لالا، خوب هستین؟ شکر. نامتان معرفی بکنیم. احمد شاد هستم از ولایت سمنگان. از ولایت سمنگان هستین و فعلا دیگه مهاجر هستین؟ نه امروز آمدیم چکر، آمدیم هم دوغ هم میخوریم. خب بسیار خوب بسیار خوب. نصیر احمد جان چقدر وقت میشه میشناسین این دوغ فروشی رو؟ البته دیگه خیلی وقت میشه دیگه، تقریبا یک 15 روز میشه. 15 روز میشه و فقط دمی دوغ فروشی میایین؟ بله. خب چی باعث شد، چی خوبی داره نسبت به او دوغ فروشی با وجودی که دوغش فکر میکنم که از دیگر چیزا قیمت تر هم است؟ نه دوغش قیمت تر هم است دیگه، خوب است، پاک است دیگه، مزه‌دار است، دوغش خوب تر است از نسبت از دیگر دوغ فروشا کردن. در سمنگان، در ولایت سمنگان شما هم قسم یک دوغ پیدا میکردید؟ نه دیگه، تا هنوز از اونجا دوغ نخوردیم. تا هنوز در سمنگان دوغ نخوردیم. اینا هم رفیقتان از باش که امروز از اینا هم یک صحبت بکنیم. سلام. سلام علیکم، دیار هستم، بخیر. احمد سیام هستم از ولایت سمنگان. خودم از ولایت سمنگان هستی. بسیار خوب احمد سیام جان، خودت بگو که نظرت درباره دوغ مزار چیونه؟ والا دوغ خود زیاد است در شهر مزار شریف، اما این دوغ دیگه تا جای متفاوت است. تا ما کمی قواق بودیم تقریبا 4-5 سال میشه که اینجا هستیم. ما پانتون میخوانیم و آمادگی. امیال از کجا آمدی به خاطر همین دوغ؟ من از سمنگان چکر آمدیم، باز گفتیم باش که یک حوالی. در کجا بودین چکر، در کدام طرف مزار شریف بودین و گفتین که فقط میریم دوغ فروشی که نصیر احمد جان داره همونجا؟ فعلا خود نه، و آمدیم دیگه این طرف، باز مستقیم آمدیم پیش نصیر احمد جان که یک دوغ بخوریم. نوش جان تان از دیگه نوشابه هم کردم، ما گفتیم بیا کمی دوغ اینا خوبتر است. بله نوش جان تان، بخیر باشین. بخیر باشین. خوش تشکر، زحمت تان رو ببخشین که آمدین. خواهش میکنم، خواهش میکنم، زحمت نیست. خب دوستان عزیز، ای بود یکی از گزارش های دیگه ما از تلویزیون پیکان و چینل یوتیوب پیکان. شما میتونین که چینل یوتیوب پیکان را و تلویزیون پیکان را تعقیب بکنین و برنامه های جالب، گزارش های جالب و دیدنی را تماشا بکنین. تا گزارش بعدی شما را به خداوند یکتا و یگانه می سپرم. وقتتان خوش، خداوند نگهدارتان. Thank you.